خب ما یه چیز بزنیم، فلاش بک بزنیم. بعد از اینکه مأمون در واقع در خراسان به حکومت میرسه و عملا حکومتش رو فضل ابن سهله که داره میچرخونه، وقتی که دیگه این فشار همه کاره بودن فضل که لقب ذوالریاستین گرفته زیاده، فضل مأمون اسباب میکشه به سمت بغداد که عملا به عنوان نمادی از پایان ایرانی گرایی میبیننش. و بعدش چیز اون قسطان ابن عباد رو به جای خودش میشونه و بعد طاهریان که یکی بعد دیگری به ولایت خراسان میرسند، عملا بخش بزرگی از ایران. خود طاهر ذوالیمینینه و حالا میرسیم به طلحه پسر طاهر، طلحه ابن طاهر. و چون طاهر بمرد، طلحه پسر او به ولایت خراسان بنشست و میان طلحه و حمزه خارجی حربهای فراوان بود. پس حمزه اندر سنه 23 و 200 کشته شد و مر طاهر ابن الحسین را مأمون ذوالیمینین لقب کرده بود. اندر او سبب آن بود که چون طاهر را پیش علی ابن عیسی همی فرستاد، ابن ماهان، فضل ابن سهل آن ساعت خروج او اختیار کرد و طالع بنهاد. میخواست ببینه کی بره به جنگ ابن ماهان. و دو ستاره یمانی، یکی سهیل و دیگری شعرای یمانی یا شعری یمانی، اندر وسط السما یافت. توی اون چیز حلقه اون صفحه چیز دیگه طالع. بدین سبب او را ذوالیمینین نام کرد و مأمون به سبب آن اختیار موافق که افتاد، علم نجوم را دوست گرفت. میدونیم این فضل ابن سهل منجم بزرگی هم بود دیگه. و اندر آن ساعت که مر طاهر ابن الحسین را لوا بست، فضل گفت ای طاهر، تو را لوایی بستم که تا 65 سال هیچ کس نگشاید. و از بیرون آمد طاهر از مرد که پیش علی ابن عیسی رفت تا وقت شدن دولت طاهریان و گرفتن یعقوب ابن لیث محمد ابن طاهر را 65 سال بود. یعنی محمد ابن طاهر که آخرینشون بود، نتیجه این طاهر. و طلحه ابن طاهر چون دل از کار حمزه خارجی فارغ کرد و حمزه کشته شد، هم اندر آن سال طلحه بمرد و محمد ابن حمید طاهری را خلیفه کرد در خراسان. عبدالله ابن طاهر. و چون مأمون خبر مرگ طلحه بشنید، خراسان مر عبدالله ابن طاهر را داد و عبدالله ابن طاهر مر علی ابن طاهر را به خلیفتی خیش به خراسان فرستاد. و عبدالله به دینور بود، گفتیم در کرمانشاه منطقه کرد نشین بود. اینم بگیم که این خاندان طاهری، یعنی فرزندان طاهر ذوالیمینین، خیلی زیاد به سرزا بودن و خیلی میبالیدن به این ابن طاهر. خیلی زیاد در تاریخ میبینیم عمراشون هم این برانور، همه از فامیلای خودشون، از برادرها و پسرها بود. عبدالله به دینور بود و لشکرها همی فرستاد به حرب بابک خرمدین و خوارش تاختن کردند به دهی از نشاپور و مردم بسیار بکشتند. و چون آن خبر به مأمون رسید، عبدالله ابن طاهر را فرمود که به نیشاپور رود و آن حال تدارک کند و علی ابن هشام را بدل عبدالله به دینور فرستاد. و عبدالله اندر رجب سنه 25 اندر نیشاپور آمد و خراسان اندر فتنه خوارج بود و عبدالله مر عزیز ابن نوح را بر مقدمه خیش بفرستاد با 10,000 کس تا خراسان از خوارج پاک کرد و بسیاری از ایشان بکشت و محمد ابن حمید طاهری خلیفه عبدالله بود به نیشاپور و بسیار ستمها کرد و از راه شارع بعضی بگرفت و اندر سرای خیش آورد. و چون عبدالله به نیشاپور آمد، بپرسید احمد حاج که معدل بود
بگفت که وی از طریق شارع اندر سرای خیش آورده است. به نظر میاد که من درست بفهمم اینا رو چیز میکرد دیگه، به نوعی راهزنی بود، یعنی میدوزید میبرد. عبدالله ابن طاهر او را معزول کرد و بفرمود تا دیوار از راه مسلمانان برگرفت و مأمون به روزگار او فرمان یافت و معتصم به خلافت بنشست، که میدونیم برادر مأمونه. و معتصم را بر عبدالله خشم بود و سبب آن بود که اندر آن وقت که عبدالله حاجب مأمون بود، روزی معتصم با قومی از غلامان خیش به در مأمون آمد بی وقت. عبدالله گفت این وقت سلام نیست با چندین غلام. معتصم او را گفت تو را با 400 غلام شاید که برنشینی، مرا با این مایه مردم نشاید برنشستن. عبدالله گفت اگر من با 4000 غلام برنشینم طمع در آن نکنم، تو با 4 غلام کنی. معتصم بازگشت و خشم گرفت و چون مأمون خبر یافت هر دو را بخواند و آشتی داد. اینجا خبر یافت یعنی فهمید. و چون معتصم بنشست، عهد خراسان سوی عبدالله فرستاد و کنیزکی فرستاد او را سخت نیکو، و مر آن کنیزک را دستارچه داد و گفت چون عبدالله با تو نزدیکی کند این دستارچه بدوده که خیشتن را پاک کند. چون کنیزک به خانه عبدالله رفت او را دوست گرفت و آن راز با وی بگفت. حالا مسمومیتی میداده چین من متوجه نشدم واقعا. و عبدالله حزم خیش بگرفت و خیشتن را از معتصم نگاه همی داشت و آن وحشت از دل او بیرون آورد. پس روزی عبدالله مر اسماعیل دبیر خیش را گفت که من همی به حج روم. اسماعیل گفت تو حازمتر از آنی که کار کنی که از حزم دور بود. عبدالله گفت راست گفتی، اما من تو را آزمودم. و به روزگار عبدالله مازیار ابن قارن به طبرستان عاصی شد. این اون قارن اصلیه نیست. جالبه، من دو سالی که در مازندران بودم، ساری بودم، ساری هنوز هم خیابان مازیار داره و هم خیابان قارن. و به روزگار عبدالله مازیار ابن قارن به طبرستان عاصی شد و دین بابک خرمبین بگرفت و جامه سرخ کرد. و عبدالله آنجا رفت و با وی حرب کرد و مازیار را بگرفت اندر سنه 27 و معتین و به نزدیک معتصم فرستاد و معتصم فرمود تا مازیار را 500 تازیانه بزدند و هم اندر روز از آن درد بمرد. و اندر سنه 24 و معتین به فرقانه زلزله افتاد و بسیار خانه ها ویران شد و پیوسته اهل میشاپور و خراسان نزد عبدالله همی آمدندی و خصومت کاریزها همی رفتی. مشکل داشتن سر این نسبت سهم قناتها کاریزها. و اندر کتب فقه و اخبار رسول صلی الله علیه و سلم اندر معنی کاریز و احکام آن چیزی نیامده بود. پس عبدالله همه فقهای خراسان را و بعضی از عراق را جمع کرد تا کتابی ساختند در احکام کاریزها و آن را کتاب قنی نام کردند تا احکام که اندر آن معنی کنند بر حسب یا بر حسب آن کنند. و آن کتاب تا بدین غایت برجاست و احکام قنی و قنیات که در آن معنی رود بر موجب آن کتاب رود. و مر عبدالله ابن طاهر را رسم‌های نیکو بسیار است. یکی آن است که به همه کارداران نامه نوشت که حجت برگرفتم شما را تا از خواب بیدار شوید و از خیرگی بیرون آیید و صلاح خیش بجویید و با برزگران ولایت مدارا کنید و کشاورزی که ضعیف گردد او را قوت دهید و به جای خیش بازارید که خدای عزوجل از دستهای ایشان طعام کرده است و از زبانهای ایشان سلام کرده است و بیداد کردن بر ایشان حرام کرده است. و عبدالله ابن طاهر گفت که علم به ارزانی و ناارزانی بباید داد، که علم خیشتندارتر از آن است که با ناارزانیان قرار کند. و چون معتصم فرمان یافت
واثق به خلافت بنشست و عهد خراسان سوی عبدالله فرستاد و عبدالله اندر خلافت واثق فرمان یافت در سنه 30 و مئتین. جانم علی، این چه آدمی با سیاستی بوده که خشم معتصم رو چیز کرده، اینجور مدیریت کرده. آره کلن چیزن، یعنی اینجوری هم که از طاهر از پدر درس میگیرن و این درسه در گذر نسل انگار فراموش میشه. اینم برای من جالب بود، این ترکیب خب ارزانی و ناارزانی رو قبلا هم دیده بودیم دیگه. جالبه که کمتر از 130-140 سال بعدش کاملا این ترکیب از بین میره و همون ترکیب اسلامی صالح و طالح کاملا جاشو میگیره. من یه توضیحی درباره دوران معتصم و واثق و اینا باید بدم قبل از اینکه ادامه بدیم. معتصم بعد از برادرش مأمون میاد خلیفه میشه. طبعا یادمونه بنی عباس از اول خلافتشون فهمیدن که باید یه گزینه غیر از اعراب هم واسه تکیه داشته باشن. بعد از اونم خب تجربه درگیری مأمون با بزرگان عرب باعث میشه که خب هر خلیفه عاقلی دنباله یه نیروی محکمی و میگشته دنباله واسه اینکه جلوی اعراب وایسه. از طرف دیگه خب تو دوران هارون و مأمون دو تا تجربه بد با خاندان‌های ایرانی بوده، هم برمکی‌ها و همین خاندان سهل، فضل بن سهل و حسن سهل و اینا به سرعت صاحب همه حکومت شده بودن. طاهریان هم اگرچه والیای زیر دست بودن، میدونیم دیگه در چند مورد تمایلات ایرانی شدید داشتن که میتونست کار دست بغداد بده. این میشه عملا که معتصم تصمیم میگیره ترکا رو به عنوان نیروی سوم وارد دربار خلافت کنه و به نظر میرسه که این استراتژی رو به فرزندانش واثق و بعد متوکل که بعد از خودش به خلافت میرسن منتقل کرده. در دوران واثق و متوکل عملا ترکا به شدت در حکومت پررنگ میشن که منجر به اتفاقای مهم بعدی میشه که خواهیم دید. جانم ساده، علی اون قنی بود یا قنی؟ قنیه، جمع قنات قنی. به قنی هم من تو لغتنامه نگاه کردم، به قنی هم به معنی بی‌نیاز شدن احساس کنم میتونه باشه، کتابی که به وسیله اون بی نیاز بشی دیگه از دعوا واجده. در باره کاریز های دیگه، در باره قنات های کتاب. چون تو ده خدا نگاه کردم ندیدم. آره. چرا؟ آنه قناتی که ببینی همون جمعشو نوشته، قنی و قنیات. ممنونم. مخلصیم. طاهر ابن عبدالله. پس واثق خراسان مر طاهر ابن عبدالله را داد و کنیت طاهر ابوالطیب بود. فکر میکنم اشتباه کرده البته، ابوالطیب کنیه طاهر ذوالیمینینه، نه این نرش. و ابوالطیب اندر این وقت به طبرستان بود، به نیشاپور باز آمد. میبینید الان مثلا اینجا حاکم طبرستان از جانب طاهریان باز یکی از همین فرزندان طاهر ذوالیمینینه نرشه. و تا ابوالطیب اندر این وقت به طبرستان بود، به نیشاپور باز آمد و مصعب ابن عبدالله را برادرش رو خلیفه کرد و واثق بمرد اندر ذوالحجه سنه 32. و متوکل به خلافت بنشست و عهد خراسان سوی طاهر فرستاد. چون یک چندی برآمد متوکل را بکشتند. یک چندی هم خیلی نیست، فکر می‌کنم بعد از اون مأمون و هارون و اینا جزء پر زمان هاست، 14-15 سال حکومت میکنه. این کشته شدنه به دست همون غلامان ترکه که الان راه پیدا کردن به خلافت و یه دوره 9 ساله مدام خلیفه بکشیم، خلیفه جاش بگذاریم به وجود میاد. بهش میگن یه چیزی مثل مثلا هرج و مرج سامرا، اون دوره یه که اینا در سامرا هستن پایتختشون. و جالب هم هست دیگه، ما شنیدیم که مثلا خیلی سخت بود برای مغول ها، این قصه رو شنیدیم که سخت بود کشتن خلیفه، ولی این اتفاقه به وفور تو این بازه افتاده. جانم علی، زیر نویس نوشته متوکل از 232 تا 247 خلیفه بود، یعنی 15 سال خلیفه بوده اون یک چندیش ها. آره به نظرم چیز دیگه، یه جایی میبینیم اشتباهی تاریخی میکنه دیگه.
ولی از اینجا دیگه هی بکش بکشه دیگه. فکر میکنم 5 تا خلیفه هستن که پشت هم با فشار سرداران ترکیا با دسیسه اونها یا در جنگ بین ترک ها این اتفاق میفته که جانشین هم میشن. حالا منتصر نشست و منتصر به خلافت بنشست و عهد خراسان به طاهر فرستاد و ابوالحسن شعرانی یا شعرانی چون این گفت. چه جالب، الان یادم افتاد که اون حسن شعرانی چیز دیگه، استاد مرد مرموز، اگه لازمه یکم مکس کنم علی، مرد مرموز چیز قوم، همون کسیه که در استاد هاشم آمولی و ایناست. چی من نمیشناسم استاد این آمولیه، مثلا بابای لاریجانی ها و ایناست و خیلی قصه در موردش میگن توی حوزه از وابستگی به انگلیس و اینجور چیزا. آره دیگه، آره همین قصه های این مدلی. حسن شهرانی، حسن شهرانی، آره لقب گنده ای هم داره، چیچی و نمم صاحب چیچیه، لقب گنده ای داره. حالا این نمیدونم کیه، ولی ابوالحسن شعرانی چون این گفت که طاهر خادمی داشت سپید پوست و نیکوروی، به من داد که این را بفروش. و خادم بسیار زاری کرد و بگریست. من توقف کردم که بس خوب خادمی بود و به امیر رجوع کردم که این خادم را چرا می فروشی؟ گفت شبی اندر سرای خفته بود و باد جامه از او باز افکند. من او را بدیدم به چشمم خوب آمد. همی بترسم که مبادا دیو مرا وسوسه کند. پس فرمود تا هدایا بساختند و او را با هدیه های دیگر نزدیک متوکل بفرستادند. روزی رقعه نوشتند بدو، اندر رقعه گفتند اگر رای رشید او صواب بیند. توقیع زد که نخواهم که مرا رشید خوانند، که این نام بر کسی نهند که خدای عزوجل او را سزاوار آن کرده باشد. و چون منتصر بمرد، مستعین به خلافت بنشست و ولایت خراسان بر طاهر نگاه داشت و طاهر فرمان یافت اندر سنه 48 و معتن محمد ابن طاهر. مستعین خراسان مر محمد ابن طاهر را داد و محمد ابن طاهر غافل و بی عاقبت بود، سر فرو برد به شراب خوردن و به طرب و شادی مشغول گشت تا به سبب غفلت او تبرستان بشورید و حسن ابن زید العلوی بیرون آمد اندر سنه 51. این همونیه که با اسم دایی کبیر دربارش خوندیم قبلا تو جامع تواریخ، آدرس حتی میدادن مثلا روبروی مشهد دایی و اینا. این همینه، اولین حکومت شیعه ایران عملا و خیلی مینازه بهش حکومت فعلی. و حسن ابن زید العلوی بیرون آمدند در سنه 51 و سلیمان ابن عبدالله ابن طاهر امیر تبرستان بود. حسن زید با او حرب کرد و سلیمان هزیمت شد و حسن به تبرستان بگرفت یا تبرستان بگرفت و مستعین را خلع کردند. پس مهتدی به خلافت بنشست. جالبه این مدلی که تون تون با جمله‌های کوچک میگه، واقعا نشون دهنده شلم شورگاه اون روزها هم هست دیگه، همه چی تو همه. حسن تبرستان بگرفت، مستعین را خلق کردند، پس مهتدی به خلافت بنشست و 15 ماه و 16 روز خلافت کرد، پس خلق کردندش و پس معتمد به خلافت بنشست اندر رجب سنه 56. و خراسان محمد ابن طاهر داشت و تبرستان و گرگان بشوریده بود و پسران عم محمد ابن طاهر از محمد حسد کردند و با یعقوب لیث یار شدند و او را دلیر کردند تا قصد خراسان کرد و بیرون آمد و محمد را بگرفت و خود بنشست در خراسان. فتنه یعقوب ابن لیث. جالب از کلمه فتنه استفاده میکنه، ولی در این حال همدلانه به نظر میرسه در مجموع، با اینکه از واژگان ادبیات مرسوم روز دیگه، ادبیات سیاسی روز رو میگه. و یعقوب ابن لیث ابن معدل مردی مجهول بود. جانم است برو معنایی فتنه الان رو در نظر نگیریم، حالا داشته ها
نگاه تو ادبیات کلاسیک نگاه کن، شورش، قیام، اینجوری مثلا تو ذهن نویسنده این متن مفاهیمی بوده تا اینکه فتنه بنامه اینجوری مثلا انقلاب ها؟ آره دیگه، مثلا انقلاب، مثلا قیام تو من تو تایی بود. مرسی، متشکرم. ما یعقوب ابن لیث ابن معدل مردی مجهول بود و اصل او از روستای سیستان بود، از ده قرنین یا قرنین. احتمالا این روستای سیستان که میگه همون منظور زرنج دیگه، زرنگه. رویگری اختیار کرد و همی آموخت و ماهی به 15 درهم مزدور بود و سبب رشد او آن بود که بدان چه یافتی و داشتی جوان مرد بودی و با مردمان خوردی و نیز با آن هوشیار بود و مردانه، همه غریبان او را حرمت داشتی و به هر شغلی که بیفتادی میان هم شغلان خیش پیش رو او بودی. پس از رویگری به عیاری شد و از آنجا به دزدی افتاد و به راهداری. یادم که این نایب حسین کاشی هم در بارش میگفتن که راهداری میکرده، به این معنا که در واقع امنیت راه رو میخریده، مسئولیت امنیت راه رو، و این مدلی راهزنی میکرده. منتها حالا اینجا به نظر میاد داره منفی میگه دیگه، به همون معنا. جانم ارسال یه چیزی حالا کم رفتم بگم، حالا اولش رفت زیاده. این روی خیلی مهم بوده دیگه، این رویگری چیکار میکرده، حالا ظرفای روی این ادوات روی این میساختن، و ایست خیلی مهمش آینه است دیگه، آینه رو هم از روی میساختن، یعنی رویگره آینه هم داره میسازه. این رو بدونید که روی رو خیلی صیقل میدادن و میشد آینه. حالا با دونستن این جایی که حافظ میگه آینه روی آه از دلت آه، به این معنا هم توجه به بازی زبانی حافظ با روی. باریک الله، زنده با، دمت گرم. این عیاران هم میدونیم دیگه یک مفهوم مثلا عام همه جایی نیست، عیاران یک جماعتی بودن در سیستان. اینکه چقدر قدیمیان خیلی نمیدونیم، ولی حتما میدونیم که قبل از یعقوب هم بودن، ولی مختص سیستان بوده، همون جوری که مثلا بعدش اون آیین فتوت مثلا از جغرافی های مشخصی شروع میشه، راه میفته. پس از رویگری به عیاری شد و از آنجا به دزدی افتاد و به راهداری و پس سرهنگی یافت و خیل یافت و همچنین به تدریج به امیری رسید و نخستین سرهنگی بست یافت از نصر ابن صالح. این یکی از مثلا عیارهای پیش از یعقوبه. و امیری سیستان یافت و چون سیستان او را شد نیز بر جای قرار نکرد و گفت اگر من بیارامم مرا دست باز ندارم. پس از سیستان به بست آمد و بست را بگرفت. بست در دست همین نصر ابن صالح بود که بالا دستش بود، اومد این هم ازش گرفت و از آنجا به پنجوای و تگین آباد آمد. یاد به حقی هم خیلی داره تگین آباد و با رتبیل حرب کرد. خونده بودیم لقب شاهان اون حوالی کابل مثلا اونجاها، و با رتبیل حرب کرد و حیله ساخت و رتبیل را بکشت و پنجوای به رخود بگرفت، یه جایی نزدیک بست، و از آنجا به غزنین آمد و زابلستان بگرفت و شارستان غزنین را به پا افکند. حد زده در زیر نویس که شاید یعنی خراب کرد. و به گردیز آمد و با ابو منصور افلح ابن محمد ابن خاقان که امیر گردیز بود حرب کرد و بسیار کوشش کرد تا مردمان اندر میان شدند و ابو منصور گرگان بداد، شاید گروگان بداد، و زمان کرد که هر سال 10,000 درم خراج به سیستان بفرستد. جانم علی اصغر. آره اینجا تو نسخه ای هم که
رحیمزاده ملک تحصیل کرده گروگان نوشته. این نسخه‌ای که الان میگید هم نسخه جدیده است؟ آره بله. این شما این عبدالحی حبیبی هم خونین احتمالا؟ آره همون نسخه‌ای که موجوده پی دی افش. آره این پی دی افش نیست، این نسخه جدیدتریه. آره پس به همون بگید اگه جایی چیز کمک میکنه. مرسی. چشم. آره من نسخه دیگر هم دیدم علی زمنان، مثلا همون میراث مکتوب هم در واقع همین کتاب بد شکل و بد تصحیح و ورداشته و سیار کرده، همین خواندنی هاش هم غیر قابل خوندن شده. خیلی چیز نداریم واقعا. و ابو منصور گروگان بداد و زمان کرد که هر سال 10,000 درم خراج به سیستان بفرستد و از آنجا بازگشت و سوی بلخ رفت و بامیان بگرفتن در سنه 56 و معتن و نوشاد بلخ را ویران کرد، احتمالاً از جنس همین نوبهار و اینا معبدی، و بناهایی که داوود ابن العباس ابن هاشم ابن ماهجور کرده بود همه را ویران کرد. از آنجا بازگشت و به کابل شد و شاه کابل را قهر کرد و پیروز را بگرفت و سوی بست شد و بر مردمان بست خراج‌ها برنهاد از هر نوعی و او را بر مردمان بست خشم بود به سبب آنکه اندر آن وقت ایشان بر وی ظفر کردند. جایی بود که در واقع بالادستیش مال بست بود و حامیش بودن مردم بست، ظاهرا داره این روایت میگه که مشکلی باشون داشت و از آنجا سوی سیستان باز رفت و در سنه 57 به سوی هرات رفت و در کروخ مر عبدالرحمن خارجی را حصار کرد و چون عبدالرحمن اندر آن حصار مقهور گشت به زینهار او آمد با چند تن از پیشروان چون مهدی محسن و محمد ابن نوله و احمد ابن موجب و طاهر ابن حفص و از آنجا به پوشنگ آمد و طاهر ابن الحسین حسین ابن طاهر را بگرفت، یکی از اون نسل طاهریان، و از آنجا به سیستان باز شد. جانم علی یه بار یه بحثی شد که میگفتن اسم محسن، فکر کنم مهرزاد میگفت که اسم محسن خیلی اسم قدیمی نیست، اینجا حداقل یه نمونه شو دیدیم. قرن چندی ما؟ 250 حدود. آره چیه بگو مهرزاد نکته چی بوده؟ من نبودم احتمالا. ببین نمیگم که این الان همین آدمی فقط همین الان هم که علی خارجی که بوده داشتم باید فکر میکردم این آدم الان کجایی، احتمالا ایرانیه. این هم این که از اینجا شروع شد که این که شیعیان میگن که فاطمه که کشته شد یه بچه تو شکمش بود و پسر بود و اسمش هم قرار بود محسن باشه، و من میگفتم که این اصلا یه روایت جعلیه. یکی از نشانه‌هاش اینه که اصلا ما اسم محسن نداشتیم. شما اون موقع نگاه کن مثلا توی اصحاب پیامبر یارانه میدونه محسن داریم توی اصلا تاریخ اون موقع یکی از محسن بود. محسن اسم خدا، لقب خداست. ما هم چیزی نداریم که اسم آدم بذارم محسن. حتی مثلا چیزی مثل عبدالمحسن هم من ندیدم مثلا موقع باشه. این اسم بلی اسم امروزی به نظر میاد، روایتون روایت امروزیه که جعل شده. اسمش هم جوی امروزیه. حالا اینجا الان اسم محسن اومد، علی به درستی داره شروع میکنه که دیگه از اینجا به بعد به نظر میاد که باشه میتونه موضوع یک پژوهش باشه که از کی این اسم وارد میشه. برای اونهایی که این فایل رو میشنوند به خصوص. بله مرسی. و عبدالله ابن محمد ابن صالح سگزی و دو برادر او فضل و شخصی یا شاید و برادر او فضل را با یعقوب لیث هر گفتاد و عبدالله مر یعقوب را شمشیری بزد و خسته کرد و هر سه برادر بدین سبب از سیستان برفتند و به زینهار محمد ابن طاهر آمدند به نیشابور و یعقوب نامه نوشت و ایشان را باز خواست و محمد ابن طاهر باز نداد و یعقوب به طلب ایشان به خراسان آمد و رسولی به نزدیک محمد ابن طاهر فرستاد. چون رسول یعقوب بیامد و بار خواست حاجب محمد گفت بار نیست که امیر خفته است.
بله. رسول گفت کسی آمد کش از خواب بیدار کند. شبیه این جمله رو در روایت‌های مختلف در مورد آدم‌های مختلف خوندیم دیگه، مشهوره. اون گفت خفته است، رسول گفت کسی آمد کش از خواب بیدار کند. و رسول بازگشت و یعقوب قصد نیشاپور کرد و عبدالله سکزی با برادران به گرگان شدند. و چون یعقوب به فرهادان رسید، به سمندلی نیشاپور، سرهنگان و امزادگان محمد، محمد ابن طاهر، همه پیش یعقوب آمدند و خدمت کردند جز ابراهیم ابن احمد. و یعقوب با ایشان به نیشاپور آمد و محمد ابن طاهر مر ابراهیم ابن صالح المرزی را به رسالت نزدیک یعقوب فرستاد. گفت اگر به فرمان امیرالمومنین آمدی، عهد و منشور عرضه کن تا ولایت به تو سپارم، وگرنه بازگرد. چون رسول به نزدیک یعقوب رسید و پیغام بگذارد، یعقوب شمشیر از زیر مصلا بیرون آورد و گفت عهد و لوای من این است. و یعقوب به نیشاپور آمد و به شادیاخ فرود آمد، باغ درخشان و محله فوق‌العاده‌ای که نیشاپور داشت و همیشه خوب بود تا زلزله ای و مغولی و ترکانه فراخدایی البته. و محمد را بگرفت و پیش خیش آورد و بسیار نکوهی و خزینه های او همه بگرفت. و این گرفتن محمد دوم شوال بود سنه 59. و یعقوب مر ابراهیم ابن احمد را بخواند و گفت که همه حشم پیش من باز آمدن، تو چرا نیامدی؟ ابراهیم گفت اید الله الامیر، مرا با تو معرفتی نبود که پیش تو آمدمی و یا نام نوشتمی و از امیر محمد گلمند نبودم که از وی اعراض کردمی و خیانت کردن با خداوند خیش روان نداشتم که مکافات او و از آن پدر او عذر کردن نبود. اگه درست بخونم این قدر باید باشه نه؟ بله میتونه، بله درست. این روایت هم با یک کمی آب و تاب بیشتر توی بیهقی آورده دیگه. آره آره. حالا اگه متفاوت بود علی اصغر میگفت لابد. به نظر میاد که میدونیم، گفتم بهتون دو تا نسخه بوده برای تصحیح. این دو نسخه خیلی هم شبیه همن و خیلی بد خط و بد نوشته شدن. خیلی هم مطمئن نیست مصحح که کدوم از روی کدوم نوشته شده. به هر حال خوشش اومد. یعقوب را خوش آمد و او را گرامی کرد و نزدیک ساخت و گفت کهتر چون تو باید داشت. و آن کسها که به استقبال او شده بودند همه را مصادره کرد و نعمتهایشان بستد و سوی حسن ابن زید به گرگان نامه نوشت، همون دایی کبیر، و عبدالله سکزی را با برادران از وی بخواست. حسن ابن زید جوابی نوشت و ایشان را نفرستاد. یعقوب قصد گرگان کرد و حسن ابن زید از پیش او هزیمت شد و به آمل رفت و از آنجا به راه رویان از عقبه کندسان کندسان بیرون شد. جالب، الان رویان اسم مشهوریه و اون یکی رو ما نمیشناسیم. و چون یعقوب به لشکرگاه حسن رسید خالی یافت. لشکر را بفرمود تا هر چه بتوانستند برداشتند برداشتند و باقی را آتش زدند و همه بسوخت و این اندر 60 بود. و عبدالله و برادرانش سوی ری رفتند به نزدیک سلابی یا سلابی و یعقوب به سلابی نامه نوشت تا ایشان را بفرستد و اگر نی با او همان معاملت کند که با محمد و حسن کرد. و اهل ری از آن نامه بترسیدند و سلابی هر دو برادر را به نزدیک یعقوب فرستاد. میبینی الان هی دو برادر سه برادر قصه عوض میشه. این به نظر میاد مشکل از کاتبا بوده. و سلابی هر دو برادر را به نزدیک یعقوب فرستاد و یعقوب ایشان را به نیشاپور آورد. به شادیاخ ایشان را اندر دیوار بدوخت به میخهای آهنی و مال طاهریان برداشت و سوی سیستان بازگشت. و محمد ابن طاهر را با 70 مرد بند احتمالاً آورد. و محمد اندران اعتقال بماند تو بند.
یعقوب را موفق به دیرالعاقول هزیمت کرد و محمد ابن طاهر خلاص یافت اندر رجب سنه 63 و 200. این موفق یا موفق بالله سردار خیلی بزرگ عباسیه، هیچ وقت خلیفه نمیشه، ولی در تمام دوران خلافت برادرش اگه اشتباه نکنم، حالا نمیگم چون اسما رو قاطی میکنم، در تمام دوران خلافت برادرش اینه که همه کار است. و حالا در تاریخ سیستان که بعد خواهیم خوند این قصه ها رو مفصل میخونیم. جالب اینه که این موفقی که هیچ وقت خودش عنوان خلافت رو نمیگیره، ولی بعد نسل عباسی ها از بچه های این خواهد بود. دیرالعاقول هم همون جایی که نبرد معروف دیرالعاقوله و شکست یعقوب اونجا اتفاق میفته. منتها اینجا در واقع یه فلاش فوروارد زد دیگه. حالا برمیگردیم از یکم قبل تر از این نبرد. پس یعقوب قصد فارس کرد و فارس و اهواز بگیره و قصد بغداد کرد و خواست که به بغداد رود و معتمد را از خلافت باز کند و موفق را بنشاند. و موفق این حال با معتمد بگفت و یعقوب اندر سر نامه هایی سوی موفق همی نوشتی و موفق آن رقعه ها معتمد را همی عرضه کردی تا یعقوب به دیرالعاقول رسید نزدیک بغداد بر منفذ آب فرات و لشکر آنجا فرود آورد. موفق فرمود تا آب دجله بر وی گشادند و لشکر یعقوب بیشتر هلاک شدند و او هزیمت شد و بازگشت و از آن ننگ او را زهیر گرفت و چون به جندی شاپور رسید از آن علت زهیر بمرد. زهیر رو معنی کردن پیچش شکم و درد شکم و اینا، ولی من نمیدونم کجا، ولی مطمئنم جاهایی در معنای دق خوندمش. روایت تاریخ‌های دیگه البته اینه که از بولنجیشون هم میمیرن. و او هرگز از خصمان هزیمت نشده بود و مگر هیچ کس بر او روا نشده بود. مرگش اندر روز شنبه 14 شوال سنه 65 و معتین بود. امر لیس. پس معتمد و موفق خراسان و سیستان و فارس مر امر ابن لیس را دادند و امر از جندی شاپور سوی پارس بازگشت و از آنجا سوی هرات بیرون آمد و خجستانی به نیشاپور مقام کرد. این خجستانی همونیه که همونجوری که در زیر نویس میگه قصه شو در چیز خوندیم، توی کتاب عروضی خوندیم که در دیوان حنظله بادقیسی میخونه مهتری گر به کام شیر در است رو خطر کن به کام شیر بجوی، یا بزرگی و عز و مثلا حشمت و جاه، یا چو مردانت مرگ رو یا روی. و میگه که تو قصه میگه که بعد از این رفتم به مراتب بزرگ رسیدم و حکمران خراسان شدم. از حکمرانای زیر دست طاهریان بود و بعد همسو شده بود با یعقوب لیث. حالا قصد شیطنت داره در دوران عمر. به هر حال و خجستانی به نیشاپور مقام کرد و حیکان قاری یحیی ابن محمد ابن یحیی از زهلی و همه متوعه و فقهای نیشاپور میل سوی امر داشتند که او فرستاده امیرالمؤمنین بود و عهد و لوا او داشت. اسمی که میاره یکی از به هر حال آدمای تحت یعنی اثرگذار نیشاپور، آدمیه که هم آدم فقیه هم جنگجوه و همونجوری که میگه متوعه، اون قاضیا در واقع با قینوزه حامیش بودن و طبیعتاً فقها این سمت، اینا سمت امرن، طبیعتاً خجستانی مخالف امر. و اندر خجستانی وقیعت کردند که اون مخالف بود مر سلطان را و چون خجستانی خبر یافت احمد ابن منه یا چیزی شبیه این را به نیشاپور خلیفت کرد و خود به هرات آمد به حرب عمرو ابن لیس و هرات بر عمرو حصار کرد اندر سنه 67 و 200 و هیچ چیز نتوانست کرد. از آنجا قصد توی سیستان کرد. چون به رمل سم رسید
آن حصار را بر شادان مسرور، شادان پسر مسرور و اسرم حصار کرد. پس خجستانی را دل مشغول گشت و سوی نیشابور بازگشت و قومی را بکشت و امر را دل فارغ گشت. پس امر ابن لیث شغل امارت خراسان را هرچه نیکوتر و تمامتر ضبط کرد و سیاستی به رسم بنهاد، چنان که هیچ کس برانگونه نگرفته بود. و چون این گویند که امر ابن لیث را 4 خزینه بود، یکی خزینه سلاح و 3 خزینه مال که همیشه با وی بودی، یکی خزینه مال صدقات و گزیدها، جزیه ها و آنچه بدان ماند و خرج آن اندر وجه 20 سپاه بودی، خونده بودیم دیگه در سیرالملوک پول سپاه، 2 دیگر خزینه مال خاص که از بحر قله و ضیاع جمع شدی و خرج آن اندر وجه نفقات و مطبخ و مانند آن بودی، و 3 دیگر خزینه مال که دخل آن از احداث و مصادره های حشم که به دشمنان میل کردندی جمع شدی و خرج آن اندر وجه صلت های حشم و منهیان و رسولان و آنچه بدین ماند صرف شدی. و امر ابن لیث اندر کار حشم و لشکر سخت کوشا بود و هر 3 ماه ایشان را صله فرمودی و به غایت هوشیار بود و چون مصادره کردی به وقت کردی و عذر نهادی تا مالی از مردی بستدی. آدم باهوشی بوده، بهش میگن امروز پدر سوخته. گویند روزی محمد ابن بشر پیش امر آمد و اندر خزینه سلات مال نمانده بود و وعده سله حشم نزدیک آمده بود و امر را همین مال میبایست. پس امر روی سوی محمد ابن بشر کرد و با وی عتاب کردن گرفت و گفت: دانی که تو چه کردی؟ به جای من چنان و چنین کردی. و از هر چیزی همی گفت و محمد مقصود امر بدانست. گفت: اید الله الامیر، هر چه مرا مال است، اگر از سبل و برده و اگر از مال صامت زیاده از 50 بدر درم، این جمله مال از من بستان بیواسطه و مرا از این عتاب و تهدید عفو کن. سبل به نظر میاد، حالا در زمان فرهنگ ها نوشته، اسم خاص اسبی بوده. به نظر میاد اسم اسب. جانم بگو درستشو علی اسفن. نه، اون که من بحثی ندارم، در مورد این که خزینه رو دنبالش می بردن، این خیلی بحثی در واقع رایجی بوده. یعنی اینجوری نیست که فقط محمود خزینه شو دنبالش می برد. تو داستان شاهنامه رو می بینیم هر جایی که هست میگه که خزینه دنبالشونه، یا مثلا تو این جنگایی که تو جنگا تاریخی، مثلا اینجایی که محمد خوارزمشاه داره فرار میکنه از مغول، اونم همه چیزش دنبالش. هم حرم ها میبردن، چون معلوم نبود شما از شهری خودت که میری بیرون بعد که برمیگردی دیگه حاکم باشی، قاعدتا شهرها دست به دست میشد دیگه. این بود که روی این قضایا حساسیت نشون میدادن، هم خزینه رو میبردن و اوناش هم که میموند یه جا، اگر پادشاه تو شهر نبود حتما جا قایم میکرد. یعنی اینجور نبود که یه جایی باشد طرف وقتی قادش و لشکر کشید یه جا بیاد هرچی جمع کرده سورده رو بره. این اون تصویری بود که در سلطان شبان میدیدیم نبوده. نه، واقعیت هم همین جور بوده، چون شما اگر نگاه کنی همینه، مثلا تو طرف از این شهر میرفت، خودی مسعود مثلا از ری میاد، از اصفهان میاد بیرون، پس فرداش که از اونجا میاد بیرون که سو حکومت چه به رسمیت نمیشناسه دیگه. اینجوریه داستانش. نکته ظریفی بود، دم شما گرم، مرسی. مال صامت هم برای آیندگان بگیم دیگه، 3 جور مال میگفتن دیگه، مال ناطق و مال صامت و مال صاخب. مال صامت همین اون چیزیه که نه خر و گاوه، نه برده و کنیز و غلام. امر گفت: هرگز مردی از این هوشیارتر ندیدم. محمد را گفت: برو این مال را به خزینه بسپار و بر تو هیچ خرج نیست، یا هیچ خرج نیست.
پس محمد ابن بشر آن مال به خزینه سپرد و از بسیار رنج ها و زیان ها و منت های دوستانی منگشت. و رسم امر چنان بودی که چون سر سال بگذشتی او را دو تبل بود. جانم علی. این اون اولش مقدمه میگه آقا این خیلی رسمای خوبی گذاشت، خیلی مثلا آدم باحالی بود، بعد مثالی که میزنه چه مثال سختیه. آره ببینید، حتی قبل اینکه مثال بزنه میگه که آدم باشعوری بود، اگه میخواست پول یکی رو بگیره خیلی با... خیلی اصولی میگرفت پول رو، مال مردم رو میگرفت. و رسم عمر چنان بودی که چون سر سال بگذشتی او را دو تبل بود، یکی را مبارک گفتندی و دیگری را میمون. فرمودی تا هر دو تبل را بزدندی تا همه حشم خبر یافتندی که روز صله است. پس سهل بن همدان عارض بنشستی صاحب دیوان عرض، و بدره درم پیش خیش فرو ریختی و شاگرد عارض دفتر پیش گرفتی و نخستین نام عمرو بن لیث برآمدی. پس عمرو بن لیث از میان بیرون آمدی و عارض او را بنگریستی و حلیه و اسب او را و سلاح او را همه سره کردی. همین جمله رو مثال زده ده خدا به معنای اینکه خوب از نظر گذراندی سره کردن، ولی همین یه مثال هم هست. و حلیه و اسب او را و سلاح او را همه سره کردی و همه آلت او را نیکو نگاه کردی و بستودی و پسندیدی. پس 300 درم بسختی یا بسختی و اندر کیسه کردی و بدو دادی. امر بستدی و اندر ساق موزه نهادی و گفتی الحمدلله که ایزد تعالی مرا طاعت امیرالمومنین ارزانی داشت و مستحق ایادی او گردانی، و بازگشتی. پس بر جای بلند شدی و بنشستی و سوی عارض نگاه همی کردی تا همه لشکر را هر یکی را تفحص همچنین کردی و اسب و زین و افزار و احتمالاً آلت سوار و پیاده همه نیکو نگریستی و سله هر یک بدادی به اندازه آن کس. و همیشه منهیان داشتی بر هر سالاری و سرهنگی و مهتری تا از احوال همه واقف بودی. و امر بس هوشیار و گربز و روشن رای بود و سبب برگشتن دولتش آن بود که چون امر سر رافع سوی معتضد فرستاد اندر سنه 84 درخواست از خلیفه تا عهد ماوراء النهر بدو فرستد که آن به رسم طاهر ابن عبدالله بود. پس معتضد مر جعفر ابن بغلاغوز، شاید مثلا به هر حال همینه کلمه، پس معتضد مر جعفر ابن بغلاغوز الحاجب را سوی امر فرستاد و نسخت هدیه های جعفر به نزدیک امر آورد. چون امر ابن لیث آن نسخت بخواند، از آن همه هدیه ها تولیت ماوراء النهر خوش آمدش. پس جعفر سوی پسر خلیفه مکتفی علی ابن المعتضد و عبیدالله ابن سلیمان وزیر خلیفه و بدر الکبیر سپه سالار ترک خلیفه به خلافت بنشست. تو زیر نویس میگه شاید به خلافت بنبشت، شاید هم معنیش اینه که سوار شد رفت پیششون. بنشست و ایشان به ری بودن. در وقت عهد ماوراء النهر نوشتند و سوی وی فرستادند به صحبت نصر المختاری که غلام ابو ساج بود افشین. و جعفر با عهد و هدیه ها پیش امر شد و اندر آنجا 7 دست خلعت بود و بدنه ای بود منسوج به در. در زیرنویس میگه که این بدنه زره کوتاهه و بدنه ای بود منسوج به در و مرصع به جواهر و مرواری و تاجی بود مرصع به یاقوت و جواهر و 11 اسب بود، از آن جمله 10 اسب به زین و ستام زرین و یکی را زین و لگام و ستام زرین و مرصع به یاقوت و مروارید و اسب نمد، همون بگید برگستوان، و چنین جناق
جناق آن، یا شاید همچنین جناق آن همه مرصع به جواهر. جناقم چیز مال اسب یادم نیست، چیزی مثلا همون بربستوان و اینا. و چهار دست و پای اون نعل زرین بسته و صندوق های بسیار. پس این همه هدیه ها پیش امر بگذرانید و صندوق ها. جانم صادق بگو، این جناق از اول زین یک بند هست از این در از دو طرف پهلوی این اسب میاد پایین و وصل میشه، یه بندی داره که از زیر زین کشیده میشه، این سینه‌شو میگیره، به اون میگن جناق. ها مرسی، زنده باد. زنده باش. عرض داشتم میگم در جناق باشه که صادق خودش اسب داره دیگه، اطلاعات اسبیشو کاملا 100% به 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 ای والا نگفته بودی. عالی عالی. یه دوره اسب شناسی واسه همون بذار. قربونتون برم، شما آقایین. چکریم. بله. و چهار دست و پای اون نعل زرین بسته و صندوق های بسیار. پس این همه هدیه ها پیش امر بگذرانید و صندوق ها اندر سرای امر بنهادند و جعفر آن خلعت ها یگان یگان اندر امر همی پوشید و هر دستی که بپوشیدی دو رکعت نماز کردی و شکر آن بگذاردی. پس عهد ماوراء النهر پیش او بنهاد. امر گفت این را چه خواهم کرد که این ولایت از دست اسماعیل بیرون نتوان کرد، اسماعیل سامانی، مگر به 100,000 شمشیر کشیده. جعفر گفت این تو خواستی، اکنون تو بهتر دانی. امر آن عهد بگرفت و بوسه داد و بر سر نهاد و پیش خویش بنهاد و جعفر بیرون شد. پس امر ابن لیث، محمد ابن بشر و علی ابن شروین و احمد دراز را، این شاید همونیه که بعد اون باغ در اصفهان ساخته، به راه آموی شوخی کردم البته، به راه آموی بر مقدمه پیش اسماعیل ابن احمد سامانی فرستاد. و اسماعیل ابن احمد به راه زم از رود بگذشت و پیش ایشان آمد و حرب کرد. احمد دراز به زینهار اسماعیل ابن احمد رفت پیشش در رفت از جنگ و محمد ابن بشر هزیمت شد و لشکر به طلب او رفتند. او اندران هزیمت کشته شد با 7,000 مرد و علی ابن شروین را اسیر گرفتند. و این روز دوشنبه بود، 18 شوال سنه 86. و چون علی ابن شروین را اسیر گرفتند، احمد دراز شفاعت کرد تا او را نکشتند و به بخارا به زندان باز داشتند تا مرگ. و اسماعیل ابن احمد به بخارا رفت و لشکر سیستان سوی امر باز آمدند به هزیمت و به نیشاپور آمدند. چون امر ایشان را بدید زجر گشت و بسیار تنگ دلی کرد. گفتند ای امیر، از این نیکوتر مائده بزرگ پختند و ما هنوز یک کاسه خوردیم. هر که مرد است گو بشو باقی بخور. امر خاموش گشت. این توجه هم به این فعل خوردیم هم جلب شد دیگه. این نگرانی که امروز ما داریم که ماضی نقلی داره از بین میره، به نظر میاد در بازه‌های مختلفی از زمان بوده. پس امر ابن لیث خورده‌ایمه که خوردیم نوشته. آره دیگه، من دقت کردم ظاهرا از زمانی که، یعنی در آغاز نوشتار با خط فارسی عربی با این خط با این دبیره، اولش این اشتباه ها زیاده و بعد مثلا تو قرن هفتم دیگه نیست. آره شاید همین فینگلیش نوشتن است که الان داره کمش دوباره این مشکل رو وجود میاره، نمیدونم، صرفا حالا یکیش. پس امر ابن لیث لشکر بساخت و سلاح بداد با آلت بسیار و ابهتی یا شاید اهبتی تمام. روی به ماوراءالنهر نهاد از نیشاپور. چون به بلخ رسید با اسماعیل ابن احمد برابر شد و حرب کردند و بس روزگاری نشد که امر ابن لیث را بشکستند و لشکر امر هزیمت شد و اندران
عمرو بن لیث دستگیر شد. اینم جالبه، دستگیر به این معنا. و اندران عمرو بن لیث دستگیر شد و او را اسیر کردند و پیش اسماعیل بن احمد آوردند. و این هزیمت عمرو روز سه‌شنبه بود، نیمه ربیع الاول 87. در وقت اسماعیل او را به سمرقند فرستاد و چون خبر به معتضد رسید سخت شادمانه گشت و عبدالله ابن الفتح را به خراسان فرستاد و عهد خراسان و تاج و خلعتهای بسیار اندر سنه 88 سوی اسماعیل ابن احمد به سمرقند فرستاد و اشناس را بفرستاد. اشناس کی بود که خونده بودیم؟ من یادم نمیاد، اصلا اسمش آشنا نیست برام. توی همین تاریخ بیهقی همین افشینو میگه اشناس که او رو افشین میگفتن. آره. ولی این اون نیست دیگه. این اینجوری که در زیر نویس نوشته غلام اسماعیل ابن احمد. جانم علی اصلا. افشین اشناس میگفت. یه چیزی من توی بیهقی تو ذهنم. نه اون که اسروشنی. اسروشنه افشین، زادگاهی افشینه، من اشناس رو ذهنم نیست. الان سرچ کردم ببین میگه که الان کجاییم. صفحه 168 تاریخ بیهقی میگه و در اخبار رؤسا خواندم که اشناس بین دو خط و او را افشین خواندندی. از جنگ بابک خرمدین چون به پرداخت و فتح برآمد به بغداد رسید. معتصم امیرالمومنین فرمود مرتبه داران را چنان باید که چون اشناس رسد فلان الاخر. آها خیلی ممنون، مخلص. حالا ولی به هر حال این اشناس غلام اسماعیل ابن احمد و اشناس را بفرستاد تا عمرو را با او بفرستد و چون عمرو به بغداد بردند و پیش معتضد آمد، معتضد گفت الحمدلله که شر تو کفایت شد و دلها از شغل تو فارغ گشت و بفرمود تا او را به زندان باز داشتند و تا مرگ اندر زندان بود و مرگ او اندر سنه 89 بود. از اون 7 خلعت فرستادنش تا این زندان کردنش چقدر طول کشید؟ خیلی کم، فکر میکنم 2 سال یا 3 سال. 2 سال فکر میکنم. دست در نکنه. مخلصیم. اینم 2 صفحه 3 صفحه. نه نمیدونم، اگر که داریم مثلا چیز باید بگیم، ارزاد باید بگیم. ما خیلی وقتم، یعنی وقت کمی نیاز دارم. ولایت و نسبت سامانیان. به سبب ولایت سامانیان آن بود که سامان خدا ابن هامتان یا حالا یه اسمی که این همه را به دو باز خوانند مغ بود، دین زردشتی داشت و نسب او سامان خدا ابن، یادمونه دیگه، بخارا خدا هم میگفتن به اون یارو. به نظر میاد که این خدات یه لفظ لهجه‌ای از خدای در احتمالا همون محدوده ماوراء النهر. و نسب او سامان خدا ابن خامتا ابن نوش ابن تمقاس شادل ابن، ببخشید چرند میخونم، بهرام میخواد تا آرش بره، چوبین ابن بهرام، حسیس ابن کوزک ابن اسفیان ابن کردار ابن دیرکار ابن جم ابن جیر ابن بستار ابن حداد ابن رنجهان ابن فیر ابن فراول ابن سیم ابن بهرام ابن شاسب ابن کوزک ابن جرداد ابن سفرسب ابن کرکین ابن میلاد ابن مرزوان ابن مهران ابن فازاب ابن کشواد ابن ساد ابن بشداد ابن اخشین ابن فردین ابن ومام ابن ارساتین ابن دو سرمنوچهر ابن کوزک ابن ایرج ابن افریدون ابن، داره با آخراش میرسه، اسفیان بیک من بیکمن بیک ابن سرکاو ابن اخشین کاوا ابن رسدکاو ابن دیرکاو ابن ریمکاو ابن بیفروش ابن
جمشید ابن ویونکان ابن اسکد ابن هوشنگ ابن فراوک ابن مشی ابن کیون کیومرز پادشاه نخستین که بر زمین بود. صلوات. خیلی شجره نام قشنگی بود. بعضی شاشتاییم مثلا میلاد گرگین این وسط اصلش از چی میشه؟ کجا بود میلادش؟ میلادش کش گرگین ابن میلاد اون کاوان اتوانا یه سری حروف خیلی سخت پیدا کرده. سخت پیدا کردنش داخل چشمه هم خورد. کرکین نوشته. آره کرکین بود. من به فکر کاتب نرسیدی که اینه 45 تا بشن آمده نشمردم چند تا بشن چند تا بشن یه آدم با 45 تا نمیرسه به کیومرز. شاید خب طول عمرهای زیاد دیگه، مثلا هوشنگ 2000 سال چیزی نه شاهنامه ای نرفته. یه جایی شاید تو همین کتاب یادم نیست، شاید تو تاریخ سیستان خوندم که این چیزه، این شجره نامه برساخته خیلی قدمت داره، یعنی از همون موقع با جزئیات احتمالاً بوده این قصه. خیلی خیلی مینازیدم به این چیز شجره نامه سامانیا. آره به هر حال این آقایی که در نهایت مثل هممون ابن کیومرز بود و اندر آن وقت که محمد الامین به بغداد خلیفه بود و مأمون به مرو بود، خراسان به رسم او بود. این سامان خداد به نزدیک مأمون آمد و بر دست او مسلمان شد و او را پسری بود نام او اسد و مأمون مر این اسد را سخت نیکو داشتی و او را 4 پسر بود، نوح و احمد و الیاس که 3 و مأمون ایشان را نیکو داشتی و بدون نزدیک بودند از آنچه مردمان اصیل بودند. و چون مأمون به بغداد رفت و به خلافت بنشست و خراسان مرقسان ابن عباد را داد، مأمون اون را اندر معنی ایشان وصیت کرد. پس قسان سمرقند مر نوح ابن اسد را داد و فرقانه احمد ابن اسد و چاچ و اسروشنه یحیی ابن اسد را و هرات الیاس ابن اسد را. چون طاهر ابن الحسین به صرف قسان به خراسان آمد، ایشان را هم بران عملها نگاه داشت و از این همه پسران احمد به کار آمده تر بود و چون او بمرد او را 2 پسر ماند، نصر و اسماعیل. و به روزگار طاهریان سمرقند و بخارا ایشان داشتند. سمرقند نصر داشت و بخارا اسماعیل. و میان ایشان نیکو کار همی رفت تا بدگویان میان ایشان تحریز کردند و وحشت افکندند و آن را مدد همی کردند تا آن وحشت چی یافت؟ یه چیزی یافت بودت و مستحکم یافت. نمیدونم، آشنا نیست کلمه بسن. تا آن وحشت مثلا زیاد شد و مستحکم گشت تا کار ایشان به حد رسید و لشکرها بکشیدند و به حرب یکدیگر رفتند. اندر سنه 75 و معتن حرب کردند و اسماعیل بر نصر ظفر یافت و نصر را دستگیر کردند و پیش اسماعیل آوردند. چون اسماعیل را چشم بر وی افتاد، پیاده شد و پیش او آمد، بر دست او بوسه داد و از وی عذر خواست و او را بر سبیل خوبی با همه حشم و حاشیت به سمرقند باز فرستاد. و از پس آن اسماعیل مر نصر را بر همه ماوراءالنهر خلیفه کرد و کار نیکو همی رفت. و چون عمرو بن لیث ماوراءالنهر از معتضد بخواست و اجابت یافت، قصد اسماعیل کرد و اسماعیل لشکر بکشید و پیش عمرو آمد و آن را کفایت کرد و عمرو را به بغداد فرستاد و این قصه گفته شده. این اولیه دیگه، همونی که نختن بودند از آل سامان مشهور، اسماعیلی و احمدی و نصری. این احمد و نصر بعدیان، اینا نیستن. این اسماعیل اولیه که خودش و برادرش و پدرش فکر میکنم نزدیک 100 سال این 3 نفر فقط بر اون محدود حکومت میکردن، در شرایطی که بقیه داشتن با هم جنگ میکردن بنیانها رو اینها نهادن.
دست دار نکنه. مخلصیم آقا، دم همتون گرم. دمت گرم. چاکرین. مرسود بخون. صف کن صف کن، من چیزو قطع واس کنم. ضبط رو قطع واس کنم.